پشت در قلب تو نشسته خدای زنده عاشقونه. آمین. اینو میخونیم با هم میگیم. جوان ها آمدن؟ Let's go.
روح خدا برای با مهدی ایسو سپاره از این حواستون نبوده از این حواستون نبوده از بشی میرم آخ ناراضی هستی که قطع کردی شد تو سپاس خدای زنده به تولد دوباره این که روی خدا برای همه یه خواست داره شد تو سپاس خدای زنده مسیح قبل از که مصلوب بشه شاگردای خودش رو صدا کرد
و خدمتی رو انجام داد، چیزی رو به اونا گفت که تا حالا اونو تجربه نکرده بودن. اونها این مراسم رو داشتن، بهشون گفتن میده پسر انجامش میدادن، اما عیسی اونو ربط داد به کاری که خودش قرار انجام بده. پولس رسول میگه بعدها زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما نیز سپردم، که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردن نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و فرمود این از بدن من برای شما. عیسی مسیح بدن خودش رو برای ما داد. نمیدونم اگه کسی میشناسیم که حاضر باشه بدن خودش رو برای ما بده، اما عیسی این کاری کرد. این را به یاد من به جا بره. برای همین که 2000 سال کلیسای خداوند این کار رو انجام میده. هر موقع جمع میشن کلیسای اولیه کاری که میکرده بود که هر بار با هم جمع میشدن مراسم عشا را بونی انجام میدادن. اغلب کلیسا حالا ماهی یه بار این کار میکنن یا در مناسبت مختلف. به همین سان پولس میگه پس از شام جام را گرفت و فرمود این جام عهد جدید است در خون من. خدا در گذشته عهدهای زیادی با انسان بسته، علل خصوص قوم اسرائیل، ولی این بار عیسی مسیح میگه من با خونم با شما عهد می‌بندم. این مسئولیت ما رو میبره بالا. او با بدنش ما رو کفاره میکنه، گناهای ما رو جریمهش رو پرداخت میکنه، حالا با خونش میگه من با شما عهد می‌بندم. ما وقتی عهد می‌بندیم حلقه بر دست هم دیگه میکنیم، نه با یک زن شوهر. میگه من دوستت دارم، من میخوام با تو باشم تا موقعی زنده هستم. عیسی میگه با خون خود من این کار میکنم. هر بار که از آن میشید به یاد من چه میکنید. پس ما این مراسم انجام نمیدیم که بگیم بله ما عشا ربانی گرفتیم، مراسم مذهبیه، حالا در مذهب قبلی این کار میکردیم، حالا بریم در مذهب مسیحیت این کار رو بکنیم. نه، ما به یاد عیسی این کار رو میکنیم. پس بگوید زیرا هرگاه این نان را بخورید و از این جام بنوشید مرگ خداوند رو اعلام میکنید تا زمانی که باز آید. پس کلیسا موظفه تا موقعی که مسیح میاد نان و پیاله رو فراهم کنه، بیاد بیاره که عیسی بر او چه کرده. ما امروز میخوام بیاد بریم عیسی بر ما چه کرده. اگه عیسی نبود من اینجا نبودم. اگر شهادت زندگی منو بدونید، من یک هفته قبل از ایمانم خودکشی کردم. من زیر خرمارم خاک بودم، گفت خدا بیدا مرده بود که نمیامرز خدا آدم مرده رو، ولی خدا رحم کرد، منو نجات داد. حالا اگرم من میرم از این دنیا، میرم به حضور او، به آغوش او. هر کدوم از ما که اینجا هستیم، تمام این وسائل موسیقی، تمام معلمی فائزین، تمام این چیزها به خاطر کاری که او کرده. به تو بگی شد؟ مردم به اسم مسیح میرن، حالا پناهنده میشن، ازش استفاده میکنن. ولی میگه شما مرگ خداوند استفاده دارید بیاد میارید، این کار رو به تو که او برگرده. اما در بعضی از کلیساها میگن اگه شما تعمید ندارید، نمیدونم شاید کلیسای شما اینجوریه، اگر آماده نیستید عشا ربانی نگیرید. ما در کلیسامون این کار نمیکنیم، این کار میکنیم. میگن پس هرگاه هر که به شیوه ناشایسته نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد، مجرم نسبت به بدن و خون خداوند خواهد بود. یک مسئولیت داره. من نمیتونم برم تو دنیا زندگی بکنم بعد بیام به کاری که خداوند کرده دست دراز بکنم. مسئولیت داره، اما نمیگه شما عشا ربانی نگیرید. میگوید اما هر کس بیش از آن که نان را بخورد و جام بنوشد خود را بیازماید. من میخوام چند لحظه بریم به حضور خدا، خودمون رو بیازماییم، چشامون رو ببندیم، سرامون رو خم کنیم. برنامه ما خیلی پره، من نمیتونم زیاد روی قسمت بیستم. چند لحظه چشما بسته باشه. من خودم چشام بستم. هر کس در حضور خدا خود را بیازماید، در حینی که برادر می نوازه، از روح خدا سوال کنیم، بگیم روح قدوس آیا چیزی هست که در زندگی من مناسب یک ایماندار مسیحی نیستش؟ آیا چیزی هست که بین من و تو دیوار میشه؟ من از اون توبه میکنم. اگر خدا بهت نشون میده که تو از لبان اونطوری که باید برای جلال خدا استفاده نکردی، توبه کن. شاید دست تو رو لبات بذاری بگی خداوند تقدیس کن لبهای منو، من توبه میکنم. اگر گوشات خوب استفاده نکردی، مردم میگن غیبت گناهه،
من میگم غیبت شنیدن هم گناهه. دست بذار تو گوشتو میگید خداوند این گوشای من رو تقدیس کن، چیزایی که بعد نمیشته شنیده، چیزهای ناپاک و بعضی از موهنگای گوش میکنیم که اصلا زیبنده گماندار نیستش. توبه میکنم این خداوند، شاید تو قلبت، شاید تو فکرت، شاید در هر قسمتی از بدنت و زندگی چیزهایی وجود داره که خداوند رو دوست نداره. بگو خداوند توبه میکنم. توبه یعنی بازگشت. کلام خدا در رساله اول یوحنا باب 1:8-9 میگه اگر به گناهان خود توبه کنی، اقرار کنی، یعنی بازگشت کنی، اعتراف کنی، او امین و عادله که تو رو بیامرزه و از هر ناراستی پاک بسازه. خواست خدا اینه که تو پاک باشی، چون تو برای پاک بودن خلق شدی، چون برای پاک بودن تو مسیح رو صلیب رفت. یاد بیار که عیسی مسیح به خاطر تو ساعتها، به خاطر من ساعتها بر روی صلیب شکنجه شد. اون چیزی که اگه این کار نمیکرد من و شما بد میشده، من و شما، هیچ انسانی دیگه نمیتونست این کار رو بکنه، اما اون مرگ صلیب را بر خود گرفت. فیلیپیان باب 2:5 بعد میگه که او خود را خالی کرد و تا به موت صلیب این راه رفت. میدونی چرا؟ که من و شما در آزادی باشیم، که ایران و افغانستان در آزادی باشه، که میلیون ها نفر، میلیارد ها نفر در روی این کره خاکی بگن عیسی خداوند منه. او میخواد من و شما آزاد باشیم. پس اگر چیزی ناپسند در ذهن، اگر شما دلی کسی رو شکوندید، اگر به همسرتون، به خانوادتون، شاید الان بد باشید داره سرش بهت بگید اشتباه کردم، منو ببخش، میبخشمه، بهت بگید خداوند من توبه میکنم. من ایمان دارم که امروز که عشا ربانی میگیریم یک کار جدید در زندگی ما شروع میشه، چون ما تصمیم گرفتیم که اونطوری که شایسته است به میز خداوند نزدیک بشیم. چند لحظه در حضور خدا دعا کنیم. آنچه که روح القدس به شما میگه بابت اون توبه کنید، بگید خداوند عذر بخوام، منو ببخش، منو ببخش ای خداوند، منو پاک بساز. از اینجا که میخوام برم بیرون، میخوام یه انسان جدید باشم، دیگه نمیخوام به زندگی گذاشتم برگردم. به شما بگم من بر میگردم پیش خانوادم و همسرم و خدمتم، میخوام شخص جدیدی باشم. هرچی که خوب بود تا این لحظه جلال بر نام خداوند، و هرچی که ضعفه میخوام جاشو بده به قوت خدا. پس اگر پا میشید قبل از اینکه ما دعا میکنیم، به نزدیک میشید به میز خداوند، به سفره خداوند که برای ما مهیا کرده، میخوام با این ایمان قدم بردارید که خداوند من میخوام اونی باشم که تو میخوای، اونی که بابتش خلق شدم، اونی که بابتش منو فرا خوندی. اگر چیزی در زندگی من بوده که تو رو خوشنود نکرده، میخوام جاشو بده به چیزهای عالی که برای تو در مد نظر تو هستش. اما تو اگر شما در بدنتون ضعفی دارید، من ایمان دارم، کلام خدا میگه ما ایمان داریم که وقتی نزدیک میشید میتونید تحت شفات رو دریافت کنید. بعضی از شما بیماریایی دارید که روتون نمیشه بگید برای من دعا بکن، چون که در فرهنگ ایرانی بزرگ شده. اشکال نداره، گرچه باید اینو بشکنید، ولی با ایمان بیاید جلوت و شفا رو دریافت کنید، چون کلام خدا میگه به سبب زخمای اون ما شفا یافتیم. اینه 2000 سال پیش میگه. من میخوام شفا به خانه شما بیاد. خدا میخواد شفا به خانه شما، به جسم شما، به وضع اقتصادی شما بیاد، به شهر شما بیاد، در نهایت به کشور ما بیاد. با ایمان، با ایمان که خداوند داد و این مراسم انجام نمیدم، بلکه میخوام جلال و برکت تو رو از این میز مقدس دریافت کنم. با هم دعا میکنیم. اگر شما اون کسی هستید که تشویق میکنم همه این کار رو بکنید، میخواید از مراسم از میز مقدس خداوند بهره برید، با من بیستید. با احترام به حضور خدا، من معتقدم باید در حضور خدا که ما همیشه هستیم، نه فقط یک شنبه، با احترام باشیم. کلام خدا میگه در آسمان فرشته ها میگه قدوس قدوس قدوس، تو باید این رعایت بکنیم. با هم دعا میکنیم، برکت میدیم نان و پیاله رو، و از شما دعوت میکنیم که بیاید جلو بهره ببریم.
هر کس میاد نار رو بر میداره، اون مراسمی که در کلیسای شما هست در آب انگور قرار میده و دریافت میکنه، میره سر جای خودش با احترام میشینه. پدر تو رو شکر میکنیم ای خالق آسمان و زمین، ای سرور سلامتی که درک تو فوق از عقل و فهم ماست. تو رو ستایش میکنیم، متشکریم برای اینکه محبت خودت رو بر ما آشکار کردی. نگی در آسمان بشینی و بگی من محبتم، بلکه خود را خالی کردی، صورت غلام را بر خود گرفتی، مثل من و ما شدی. خداوندا به دنیای ما اومدی تا اینکه ما را پاک بسازی، تا اینکه جریمه گناهان ما را بدی، که ما بگی که تو لفت‌اوور نیستی، تو به درد نخور نیستی، تو با ارزشی. تو را شکر میکنیم خداوندا که اینو به بهای هر ضربه که به پشت مبارک تو با شلاق‌های رومی کوبیده شد انجام دادی، به سبب زخمایی که از بدن تو آمد جاری شد، خون آبی که از پهلوی تو جاری شد، تاج خاری که بر سر تو قرار گرفت، امروز ما میتونیم بگیم ابا یعنی پدر، میتونیم به صحنه‌های تو داخل بشیم، چیزی که یه کاهن هم نمیتونست بیاد. اگر این مسئله یک بار با ترس و لرز بیمد، واقعا تو رو شکر میکنیم که آمدی تا ما رو آزاد کنی، که در آزادی تو زندگی کنیم و با تمام جلال و کردیت رو به تو میدیم خداوند. تو رو شکر میکنیم برای این نان و برای این پیاله، متشکریم که همونطور که این نانا پاره شده، خداوند تو پاره شدی، تو شکسته شدی، تو خرد شدی، در مزبور میگوی مثل کرم شدی، له شدی خداوند. تو رو شکر میکنیم عیسی، دعا میکنم این نان و پیاله رو برکت بدی. وقتی ما نزدیک بشیم به این میز مقدس، شفا و آزادی رو جاری بسازی. متشکریم برای برکت، برای تبدیلی که در این میز مقدس در خون و بدن تو قرار داره این خداوند، و از دستای مبارک تو میگیریم و شکر میکنیم و تمام جلال رو به تو میدیم از حال تا ابد الآباد در نام عیسی مسیح. آمین. همینطور از ردیف جلو با احترام بیاید بردارید. اگر محبت که بخواستی که فیلم گرفته میشه، از سمت راست محبت کنید، از این ور بیاید و از اون ور بنشید، بخواستی که هم لایف پخش میشه، همان بعد هم مجید داره فیلم میگیره، محبت بکنید، از سمت راست بیاید و بعد توی مراسم شرکت کنید و بعد از اون قسمت سمت چپ برید بشید. مرسی، شکر سایه مسیح. مرسی. ممنونم. تو رو ستایش میکنم. این از بدن خداوند ما عیسی مسیح. 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 بدن خداوند ما عیسی مسیح.
خداوند شکر میکنیم به خاطر وجود تو، به خاطر کار عظیمی که روی صلیب انجام دادیم. خداوند عهد امروز، عهد دوباره که خداوند بستی به ما کمک بکن به شایستگی کار عظیمی تو زندگی کنیم. به نام مسیح دعا میکنیم. داشتیم قبل از اینکه ما پیغام رو بشنویم، میخوام که خواهر ساره عزیز اگر لطف کنم بیان تیمی دست بزن به افتخار خواهر ساره. میخوام خواهر ساره خودشون قدردانی خواهم کرد، ولی یه دست هم افتخار فدریک و خانمشون به سر خواهر. روزتون بخیر و برکات آسمانی برای تک تکتون. میطلبم از دستای قدوس خداوندمون عیسی مسیح و به خصوص من از طرف تک تک شما عزیزانم در کلیسای آرامش به نمایندگی از طرف شما تشکر میکنم از عزیزانمون که ما رو حقیقتاً برکت دادن. تشکر میکنم از برادرمون اناتان. تشکر میکنیم و ایمان داریم که خدا رو بیشتر از اینها جلال خواهیم داد. سپاسگزاریم برای وجودتون که در اوج جوانی خداوند شما رو خونده و ایمان دارم براتون نقشه های عظیم داره خداوند و شما رو در بلندی های صخره قرار خواهد داد و همگان اون نوری رو که در شما تابیده شده خواهند دید و زانوها خم خواهد شد در حضور خداوندمون عیسی مسیح. و بسیار سپاسگزارم از هر تک تک شما عزیزانم. حقیقتاً کاری که عیسی مسیح انجام داد در روی صلیب که فرمود تمام شد، شماها هم حقیقتاً کاری که عیسی مسیح انجام داد برای ما واقعا در کلیسای آرامش، اون آرامشی رو که عیسی مسیح در نجات هامون به ما ارزانی داشت به قیمت خون خودش و ماها رو نجات داد و آرامش رو در وجود ما کاشت، تک تک شما عزیزانمون دقیقا همون کار عیسی مسیح رو با ما کردید و از این بابت خیلی خوشحالیم و تک تک ما رو برگرد دارید. عیسی مسیح ما رو دعوت کرده به اون اوجش رسوندید، هر تک تکتون با کلام هایی که تقسیم شد، با روی خوشتون، با واقعا پرستش هایی که واقعا قلب های ما رو تکون داد و شکرگزاریم برای وجود هر تک تک شما عزیزانمون. و من میگم یه تشکرهایی هست که با هیچ چیزی نمیشه، حتی واقعا جمله یادم پیدا نمی کنه که بتونه از عزیزان تشکر، یعنی در واقع شایستگی رو داشته باشه، ولی یه جمله کوچولو که با تمام قلب و روح و جسم و جانمون درست مثل عیسی مسیح که میگیم خداوند قلب ما برای شما میتپه. عیسی مسیح تو پدر ما هستی، حقیقتا شما عزیزانمون بوی مسیح رو میدین و از این بابت بسیار خوشحالیم وجود شما واقعا افتخار میکنه و خیلی خوشحالیم از اینکه ما رو اینگونه برکات دادیم و آسمان خداوند رو باز کردیم به روی کلیسای آرامش. من چیزای کوچیکی برای شما کلیسای آرامش تهیه دیده، خیلی کوچیکه، خیلی ناچیزه،
ولی با همون جمله کوتاه میگم از صمیم قلب کلیسای آرامش به وجود شما افتخار میکنه و شادی میبخشه و احساس خوشبختی میکنیم با داشتن شما عزیزانمون. من از عزیزمون پژمان میخوام که منو یاری کنه در این. کیسا میخواست منو گول بزنه ولی نتونست. شبیه هست. من میخوام تشکر کنم از برادرمون، یعنی نه من، کلیسای آرامش تشکر ویژه داره از برادرمون مرکو. واقعا دوست داشتنی، یعنی عزیزان ایمان دارم که خداوند
آسمانش رو بر سر شماها باز خواهد کرد و نیکویی‌هاش رو، رحمت‌هاش رو، برکاتش رو، شفاهاش رو بر وجود شما و اهل خانواده و قوم پدری و قوم مادریتون سرازیر خواهد کرد. ایمان دارم. چون حقیقتا خداوند رو با عشق جلال دادیم. سپاسگزاری برای وجودتون. من از گروه آشپزخونه خواستم تشکری داشته باشم. Yeah.
عزیزانی هستن که واقعا در سکند هند واقعا زحمت میکشن. این عزیزان واقعا با تمام قلبشون کار میکنن، زحمت میکشن تا این فروشگاه رو بیارن بالا و کلیسای آرامش برکت بگیره. بسیار سپاسگزاریم از شما، از هر تک تکتون. بی تکم هیلا برگردم از دیسوم نیاری سکند هند اپن فام تکلو بی پینز. سپاسگزاریم از خداوند برای وجود هر تک تک شما عزیزان که واقعا درست مثل بدن عیسی مسیح هر تک تک شما ها نقش بسزایی دارید در این فروشگاه. هر تک تک شما نباشین حقیقتا از اون بالانس میاد بیرون. آمین. دعاهای ما همیشه پشت شما هست. آمین. We bear all things for it. We bear them even good. Älskar det barn och Gud välsignar er. Amen. I alla sidor. Amen. Amen. Se på skoda. میخوام که دعا بکنیم برای موعظه و برادرمون کریستیان عزیز و بعد پیغام خداوند بشنویم. در این چند روز من افتخار آشنایی داشتم، خیلی درس گرفتم، خیلی برکت گرفتم برای مسیح خدا رو شکر. برای درسایی که دادن، چیزایی که یاد گرفتیم، ایشون مثل عموی من هستن. پدر اونجا نشسته، و واقعا دوست داشتنی. خدا رو شکر برای گنجایی که خدا توی کلیسا ایران گذاشته. آمین. خیلی نقاط مشترک داریم. یکی از نقاط مشترک اینه که چی؟ این یکیشه، ولی یکی دیگرش خوشتی بودن هم هست. هم یه دعا بکنیم. پدر تو شکر میکنیم برای خادمینی که تو خداوند بالای سر ما گذاشتی که به ما بیاموزن، به ما یاد بدن، راه رو به ما نشون بدن. از پندها، اندرسها، از توبیخها، از تجارب، از تمام زندگی اونا درس بگیریم. ممنونیم برای این گنجهایی که در بدن مسیح برای کلیسا ایران گذاشتیم. خداوند دعا میکنیم که به ما پسران یاد بدی که خداوند زیر اقتدار مدام، خداوند مطیع، خداوند این عزیزان باشه در کلیسای محلی، در کلیسای جامعه، و خداوند بتونیم از اونها یاد بگیریم و برای کاری که خداوند اونها رو خوندی ما بتونیم کنار اونها بتونیم برای جلال نامت استفاده کنیم. خداوند دعا میکنم برای پیغام امروز که من ستو همینطور که روی عزیز هست بر زبان او در قلبهای ما بنشینه و پیغام امروز زندگی های ما رو دگرگون کنه. که شنوندگان عزیز خواهر نازنین و فرزندانشون رو دعا میکنیم محافظتت و برکتی رو در تمام قسمت باشه و دعا میکنم خداونده که تیم بزرگ به اونها عطا بکنی به جهت آن رویایی که اونها عطا کردی. برای جلال نامت دعا میکنیم. آمین. برخلاف ظاهرم من زود گریم میگیره، خنده داره گریم میگیره. خدا را شکر برای وجود تو. شما یه کاری کردید که الان اگه ساکت باشید موقع موعظه صدای من دیگه داره میره. البته من میدونم با شما، یعنی بعد آمین بگید، هللویا بگید، دست بزنید، همه جور به وجد بید وقتی کلام خدا رو میشنوید. چون اینم بلدید بگید دوستت دارم، عزیزت دارم. ولی من میخوام واقعا تشکر بکنم از طرف خودم که حقیقتا این چند روزه آغوش شما برای من باز بود. بیش از تصورم اتفاق افتاد از روز اول که با ماساژ و اینا شروع شد. شب چاپ چاپ کردم برام. من نگاه کردم یه بعضی جوام کبوده. میگم خانم میگه چی کارت کردم؟ اینجای دستم کبوده، پشت سرم که میگن حسابی دیگه کبوده. ولی واقعا پربرکت بود مهمون نوازیتون. من روز اول نیست که وارد خدمت شدم، 34 سال مسیحیم و این گونه مهمون نوازی رو در واقع در این نوعش کمتر دیده بودم. واقعا تشکر میکنم و افتخار میکنم برای کاری که خداوند توسط برادر احمد و خواهرمون انجام دارم میدن سارا جان. و واقعا از شما توقع دارم وقتی بر میگردم احتمالا به سرعت و به زودی انتظار دارم که ببینم با رهبری عزیزان، با اطاعت، با یک دلی، حتی اینجا کمه برای ما. شاید یه هفته اینجا باشیم، سه روز این گروه بیان،
سه روز اون گروه بیان جای بزرگتر. این با تک تک ما هستش، نه فقط دعا کنیم بلکه حمایت کنیم که اتفاق بیفته، چون ما فقط خودمون نیستیم بلکه مردم بیرون هم هستن. حتی در صحبت‌های شاپور من این رو احساس میکردم وقتی که ایشون میگفت حتی این خدمت فرا کلیسایی بشه، میره به جاهایی که شاید داخل کشور و جاهای دیگه واقعا بهش احتیاج دارن. از رهبرانتون تشکر میکنم، خدا برکتتون بده، خیلی عزیزید. و من الان وقتی برمیگردم خیلی چیزا دارم بگم و چیزای مثبت دارم بگم، ولی میخوام برای کشور سوئد دعا کنیم. کشور سوئد قلبشو برای ما باز کرده، بعضی از ما آرزو داریم. من وقتی پست کردیم اولین فلایر رو که کلیسای آرامش گفته الهاتم بیا، یه نفر نوشت برای ما دعوتنامه بفرست که ما هم بیایم از خارج از کشور در محدوده ایران. شما ببینید چقدر آرزو دارن مردم بیان همچین جاهای بیان، ولی شما اینجا آمدید، هوای اینجا دارید میخورید، کسی چاقو بالای گردنتون نمیذاره، چرا کلیسا رفتید و امکاناتی که در این کشور هست. ما ایرانی ها باید خیلی قدردان باشیم. دوستای افغانی نمیدونن چون سالها در ایران بودن، حالا ما باید یاد بگیریم که قدردان باشیم و عضوی مفید. یه خود برم جلوتر چون من خیلی ایرانی هم، اگه نمیدونید اسم سازمانم ایران برای مسیحه. باید نمونه خوبی نه فقط از ملکوت خدا باشیم بلکه از کشور عزیز ما. بعضیا میگن این ایرانی ها این هم یا افغان ها این هستن، ولی ما میخوایم نشون بدیم که نه به عنوان یک مسیحی، به عنوان یک ایرانی که اصالت داره. من میدونم شما متوجهید من چی میگم، نمونه باشیم برای دیگران. هفته گذشته که در کانزاس سیتی بودن، بعضی از آمریکایی گفتن ما باید مسیحیت از شما یاد بگیریم. ما نمیفهمیم اینو، اونا میفهمن. من روزی که ایمان آوردم اولین جفا شروع شد. تو آمریکا اینا جفا نمیدونن چیه. بنابراین واقعا برای کشور نه فقط دعا کنید. ما وقتی وارد کشور شدیم اینجا برادر داشت صحبت میکرد، ولی با چش باز دارن برکت میدن این شهر رو. وقتی سوار هواپیما میشدیم ما نازنین جان گفتیم میریم هلند و میریم احتمالاً آلمان و اینجا، گفتیم خداوند میریم که برکت تو رو ببره. میخوام این فرهنگ ما باشه. من در ایران به اعضای اینترنتینگ یاد دادم راه میرید دست بذارید روی مدرسه ها، دست بذارید توی ثبت احوال، ثبت هیچی نگید، دعا کنید برای من، دعا کنید به جای من، دعا کنید. پس عزیزان این کار میکنم که برادر تو ما رفتیم فلانجا به جای شما دست گذاشتیم، چون من نمیتونم برم ایران. دست صورت این کار رو بکنید، چون اگر برکت توی این کشور میاد برای ما میادش. نه ما میخوام اینجا ازدواج بکنم بچه هامون، میخوام تحصیل بکنم و میخوام دستامو دراز کنم چند لحظه برای سوئد دعا کنم، برای مالمو دعا کنم. من زیاد آشنا نیستم با شهر. خداوند به نام قدوس عیسی مسیح متشکریم برای عزیزان ما که در مسیح با ما یک روح هستن، و اگر ایماندار هم نیستن رو شکر میکنیم برای وجودشون که در این مملکت رو باز کردن. برای عزیزان من که نمونه از بسیاری هستن، چه در کمپ ها، چه در این شهر، چه در سراسر سوئد، واقعا دعا میکنیم رهبران این مملکت رو برکت بده. چون که در دوم تیموتائوس باب دو میگه ای خداوند عزیز، دعا میکنیم براشون. اول تیموتائوس باب دو میگه دعا میکنیم خداوند برکت بده سران این کشور رو، ملکه، پادشاه، تمام مسئولین، حتی افرادی که در شرکت ها و ادارات مختلف هستن ای خداوند، از مدیر مدرسه گرفته، از معلم گرفته، دعا میکنیم روح تو اونها رو هدایت بکنه ای خداوند، و حتی اونها وسیله دست تو بشن که بسیاری با مسیح آشنا بشن ای خداوند. متشکریم برای دل بازشون، برای همزبانای ما ای خداوند، برای دوستان ما ای خداوند عزیز، برکتشون میدیم. همونطور در این فرصت دعا میکنیم برای بسیار از کلیسای ایرانی، چه عزیزانی که الان دارن ما رو میبینن، بعداً میبینن در سراسر دنیا، ایرانی ها و افغان هایی که پراکنده هستن ای خداوند. کلیسای ما در لس آنجلس که امروز جلسه خواهد داشت، کلیساهای مختلف که در سراسر دنیا هستن ای خداوند، میخوایم که عزیزان ما رو برکت بدی ای خداوند. دعا میکنیم که اونها ملکوت تو رو از آسمان به زمین بیارن. ما در یک تیم هستیم، ما به ضد هم نیستیم ای خداوند، یک خداوند، یک تعمید، یک ایمان، یک ملکوت رو داریم خدمت میکنیم. رو شکر میکنیم ای خداوند، برکت بدیم رهبران رو، کشیشان رو، مسئولین رو، میخوایم که به جمعی راسته یادیتشون کنی ای خداوند، مخصوصا کسانی که در داخل کشور هستن ای خداوند.
برکت میدیم عیسی جان. سپاسگزاریم برای کلیسایی که امروز من گفتن افتتاح شده در آلمان. خداوند برکت بده که شش وولنر و دوستان عزیزی رو که این کارو دارن میکنن. و سپاسگزاریم برای اینکه کارتو در بین فارسی زبانا داره با قوت جلو میره. در نام پرجلال مسیح زنده آمین. این تعارف ها خیلی طولانی میشه گاهی وقتا، ولی شاید ندونید داریوش جان قبل از عید نوروز در لس آنجلس اولین کنسرت خودشونو در کلیسای ما خواهند داشت. آمریکا پرستش نکرده؟ نه؟ نبوده، ولی در حد ساده بوده. عنوان پیام اینه شخصیت خدا را بشناسید و به اون موقع به ماهیت خودمون پی خواهید برد. از این موضوع خیلی مهمه. میدونید راجع به ماهیت آدم ها خیلی صحبت میشه. مرسی عزیزم. راجع به ماهیت ما خودمون خیلی تحقیق میکنیم، خیلی کتاب مینویسیم، خیلی صحبت میکنیم، ولی کمتر گفته میشه شاید که ما اگر میخوایم ماهیت خودمون رو بشناسیم باید اول ماهیت خدا رو بشناسیم. خیلی مهمه. اینو کتاب مقدس ما تعلیم میده و من در این دقایقی که در خدمت شما هستم میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم که ما بیایم شخصیت خدا را بشناسیم. ما مذهب عوض نکردیم، اشتباه نکنیم. ما نجات یافتیم عزیزان. ما نجات یافتیم و به عنوان نجات یافتگان باید شخصیت کسی که داره پیروی میکنیم و بشناسیم. بدونیم برای ما چی در نظر داره. بدونیم کلام خدا میگه جلال مسیح وقتی ما ایمان میاریم در ما ساکن میشه. باور کنید گوش نمیکنید من چی میگم. چایی گوش میکردید میگودی واو. یه باره میگم شاید متوجه نشدید. جلال مسیح به هنگام تولد تازه در ما میان ساکن میشه. برگردیم یه نفر نگاه کنیم با لبخند. یه رو به نو نه شیش یه رو به نو بگید که جلال خدا در تو ساکن. آمین. قول و قرار نذارید من بعد از جلسه میریم اینجوری میکنیم فوتبال. یه دونه اینو گفتم. آیا میدونید یعنی چی وقتی میگیم جلال خدا در ما ساکن میشه؟ وقتی ما میگیم جلال، حالا من صحبت میکنم. وقتی که ما میگیم جلال خدا در ما ساکن میشه یعنی که آسمان و آنچه که در آسمان الان داره صورت میگیره و اتفاق میفته میاد با ما یکی میشه. ما روی زمین هستیم، ما محدود هستیم، من تو پشترم نبینم الان، محدود هستیم، اما جلال آسمان، آنچه که الان در آسمان داره اتفاق میفته. کتاب مقدس این مدت توضیح میده، میگه آسمان اینطور هستش، فرشتگان و کروبیان دارن خدا رو عبادت میکنن، در اونجا آرامش هست، در اونجا قحطی نیستش، ورشکستگی نیستش، همه رو میگه. اون میاد و در ما ساکن میشه. شما میگید من که من متوجه نشدم بجو چی داری صحبت میکنی شما. قابل لمس نیستش. ولی اون چیزیست که خدا داره به ما میده. چرا؟ چون مالک آسمان و زمین که به هنگام تولد تازه میاد آقا و ارباب ما میشه، میاد در ما ساکن میشه. در عهد عتیق خدا در معبد سلیمان ساکن میشد. شما شاید ندونید معبد سلیمان که امروز هست باقی مانده اون معبد است که کوروش کبیر بازسازیش کرد. ایرانی ها او دستور داد که بازسازی بکنن. کتاب دانیال بخونید متوجه میشید. در اونجا خدا ساکن میشد. سال یه بار کاهن اعظم، فکر کنید نفر اول کلیسا، تمام کلیساها، وارد میشد با ترس و لرز، به اون طناب میبستن، زنگوله داشت که اگر اتفاق افتاد قش کرد یا خدا اون رو تنبیه کرد به زمین افتاد و غیر ازالت اونو متوجه بشن بکشن بیرون. هر کسی نمیتونست وارد هیکل که ما روز بهش میگم قدس الاقداس بشه. اون مسجد الاقصایی که شما میدونید الان زیر اون قدس الاقداس هستش و مال یهودی ها بوده، حالا مسجد الاقصا روش هستش. اونجا قدس الاقداس بوده. اگه من بخوام تشریح بکنم که دیون موزه نیست البته، وقتی وارد معبد میشده اول صحن خانوم ها بودش. خانوم ها از اینجا جلوتر نمیتونستن برن. ببخشید امت ها بودش. امت ها دیگه نمیتونستن جلوتر برن. حیات امت ها.
بعد صحن خانم ها بودش، خانم ها نمیرسن جلوتر برن، حیات خانم ها، بعد آقایون بود، بعد اصول افراز بود که فقط میتونست کاهن اعظم سالیه بار داره. حالا ما راحت میم کلیسا آدانس میخوریم، لب میدیم در حضور خدا، ولی به این راحتی ها نبودش. حالا این حضوری که اینقدر عظیمه، اینقدر پرجلاله، قابل با ترس نیست، ترس مقدس اگر هم بخواهیم ایسیشو بزنیم، اومده و میخواد در ما ساکن بشه. واو. بعدید بگید تو سوئد واو با هم بگید. واو. بعدی نداره بگیم با هم میگه واو. حضور خدا بیاد در من ساکن بشه. من تا دیروز ضد خدا بودم. چقدر عظیمه. اینجاست که مغز انسان نمیکشه، یعنی اصلا نمیفهمیم. و اگه دیپ بریم، عمیق بریم به کلام خدا، متوجه میشیم که خداوند اینها رو به ما توضیح میده. مهم اینه که ما بدونیم به همه ایمانداران، به همه ایمانداران به مسیح، به خاطر عمل کامل، کار کامل و کامل عیسی مسیح، تمام اقتدار عیسی مسیح بخشیده شده. من خیلی با مردم دعا میکنم، در طول هفته اصلا جلسات دعا داریم تو اینترنت، الان چند روز که من اینجا هستم نداریم، ولی مردم میگن کشیش برای ما دعای بکنید اینجوری بشه، یه دعای مخصوص بکنید، اصطلاح جدیده، دعای مخصوص بکنید. دعای مخصوص چیه؟ دعا دعاست دیگه. دعای مخصوص بکن، چون شما دعا کردید جواب دعا میمید. برنامه داریم که در شبکه تلویزیونی اینترنتی رو میذاریم به نام اعمال عظیم خدا، ذکر اعمال عظیم خدا، اینو پیگیری کنید، در فیسبوک این برنامه میذاریم پیگیری کنید، چون میشنوید عزیزا میگن برادرتون دعا کردید من بچه دار میشم، این آخریاش بوده، ما الان حامله شدیم، مثلا نمیدونم کی هستم، فقط ما دعا کردیم. نمیدونم شما دعا کردید طرف تو کما بود شفا پیدا کرد، داره حرف میزنه، جای تعجب نداره، جای تعجب داره وقتی ما دعا میکنیم اتفاق نمیفته، چون مسیح گفته که شما تمام اقتدار رو دارید. مسیح وقتی از مردگان زنده شد گفت تمامی قدرت در آسمان و زمین و زیر زمین به دست من سپرده شده، و بعد گفت من اقتدار رو به شما میدم، به من میدی، خداوند که به شما میدم. چرا پس ما نمیدونیم؟ چرا پس ما متوجه نیستیم در کلیسه هامون؟ بعد این وقت توضیح داد من رفتم یه اتفاق افتاده، طرف خورده زمین، یه چیز طبیعیه. وقتی رسولان را میرفتن مثل پولس رسول در کتاب اعمال رسولان میخونیم، دیوزده ها اونی که روی پلید داشتن میگفتن این رسولان خدای حی هستن، میترسیدن. وقتی دیوزده ها مسیح میدن گفتن دور شو از ما پسر داوود، الان وقتش نرسیده. اونا میدونستن دارن چی میگن، اونا میدونستن روبروی کی هستن. قراره که همون جلال در ما عمل بکنه، ولی چرا بسیاری از مردم اینو نمیدونن؟ چرا اینو نمیبینن؟ چون که نرفتن و ماهیت خدا را درک بکنن در کلامش، و اون ماهیت که به هنگام تولد تازه خدا به ما میده. نیاز نیست که ما برای دعا کردن، اگر ایماندار هستیم به حضور خدا میریم، با التماس بریم خداوند به حق پتروس، به حق ندارم چی این کار رو بکن. شما فرزندی، پسر من نمیاد بگه ای پدر بزرگوار، ای حضرت متعال، آقای الاتان، اگر وقت بدید، اجازه بدید من به خدمتتون برسم. البته که وقتتون نمیگیرم، مزاحمتون نمیشم، یک درخواستی از شما دارم. شما دیدید حالا رابطه پدر فرزندی؟ نه هرگز، اگه هست مشکلی وجود داره، بلکه میاد اونجا میگه بابا جوانی حالا که راحت ترم، نه بابا اینو میخوام. البته بابا بچه‌های من بچگی من میگم بابا جی، میگم بابا جی، میگم بابا جی ما اینو میخوام. دختر من که دیگه کم کم داره رانندگی میکنه، اینا 18 سالش داره میشه، میگه ماشینه بده میخوام برم. میگم ببین بذار گواهی نامه بیاد، من فقط چیزو گرفتی شما شهر رو بعد بری امتحان بدی. نه من میخوام رانندگی بکنم. نمیاد بگه پروردگارا، ای حضرت تعالی پدر، پدر جان اگه اجازه بدی ماشین شما رو دست بزنم. میره میشینه سی دی رو عوض میکنه، رادیو رو عوض میکنه، هر کدومش میخواد میکنه. حالا تو اتاق خواب شما میان از این کارا رو انجام میدن. چرا؟ چون خونه باباشه، چون خونه پدرشه. چند نفر میدونید که وقتی ما به مسیح ما میاریم، خدا به ما این رابطه رو میده. در باغ عدن وقتی که آدم و حوا از گناه نکردن، این رابطه رو با خدا داشتن، که به هنگام گناه این رابطه از هم گسسته شد. چرا؟ چون خدا قدوس، خدا پاکه. این چیزی که ما از مذهب یاد گرفتیم، نمیدونم اینجوری این کارو بکن، این کارو بکن،
اینا احسانیه. خدا اصلا دنبال چه رابطه‌ای نیست، خدا چه شخصیتی نداره. خدا میخواد در کلامش میگه رابطه ما چنان شیرین باشه که بگه بابا من تازه ایمان آوردم، 16 سالم بود و یه آقایی بود به نام نخستین، ایشون پیش خداونده موهاش هم میتراشید، در اون کلیسایی که من بودم ایشون اومد موعظه کنه، منم 16 ساله و وقتی ایشون شروع کرد موعظه کردن من میخواهم دعا کنم، وقتی دعا کرد با بابا جون، داره به خدا میگه بابا جون، ولی بعدها متوجه شدم که صحبت از این رابطه صمیمی با خدا، این بی احترامی نیست، این رابطه صمیمی ما رو با خدا نشون میده. به عنوان فرزندان خدا، اگر ما فرزند خداییم، اگه توبه کردیم، کلام خدا اینو میگه، به عنوان فرزندان خدا من شما به تمام اختیارات خانواده الهی دسترسی داریم. باز متوجه نشدید؟ دوباره میگم، به عنوان فرزندان روحانی خدا من و شما به تمام اختیارات، به تمام چیزایی که در حضور خدا هست به وسیله عیسی مسیح خداوند ما به دسترسی داریم. واو 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 میگم یعنی من دسترسی دارم به این، دسترسی دارم به این، به همه چی دسترسی دارم، هر لحظه و هر آن بخوام میتونم به حضور پدر برم. مراسم نمیخواد غسل بکن، وضو بگیر، حالا برو به حضور خدا، لباس چی بپوش، نه، به حضور خدا هر آن و هر ساعت دسترسی دارم. میدونی اشکال کلیسا چیه؟ از این نظر من خوشحالم بعضی وقتا کلیسا جایی نیستش. اشکال کلیسا اینه که ما خودمون محدود میکنیم یه ساختمون. بکنم گفت شاپور جان روز اول که کلیسای اولیه ساختمون که نداشتن که، کلیسای چین همین چند سال پیش، همین الانش هم اینجوریه، من دیدم در فیلمایی که زیرزمینی گرفته شده، اینا میرن تو بازار میشینن، میخوام فقط یه لحظه تصور کنم تو دنیای کمونیست دارن زندگی میکنن، سرود میخونن. من دیدم این فیلمو، چون صدا اگه بیاد بیرون میان میگیرنشون برنشون اعدامشون میکنن. حالا ما یه دونه جفا با اون میاد تو ایران میگیم وای اینجوری شد، اینجوری سرود بخونم، ما یه نشستیم بعد دارش میگه سرود بخونیم هرچه انگیر. ببینید چه چیزی در اونا وجود داره، چه و میدونید چین کمونیست که به نام مسیح دیگه کمونیست معروف داده، میدونید که پر سرعت ترین کشور دنیاست که داره به مسیح ایمان میاره روزانه. اصلا کمونیست در مقابلش موند، نمیدونه چی کار بکنه. بعد دوم ایران و کشورهای همجوار هستن. پس ما دسترسی داریم. اون شخص پیش خوش فکر نمی کنه که ببین من تو کلیسا نیستم که کشیش احمد پشت منبر باشه، نیستم، کشیش ندارم، پس من نمیتونم دعا کنم، پس من بعد تو مشکلم بدبخت بمونم، مریض باقی بمونم. نه، من دسترسی دارم به آنچه که در حضور خدا هست. عزیزان ما میام کلیسا بنا بشیم، تعلیم بگیریم، با هم گروهی پرستش کنیم، بریم بیرون بشارت بدیم. آمی. کلیسا رو باید ببریم بیرون. این کلیسا نیست، این ساختمون این قشنگی، این ساختمونه. کلیسا من و شما هستیم که با خودمون باید ببریم بیرون. وقتی میخوام بریم بیرون باید بدونیم که خداوند در کلامش گفته ما سفیران مسیح هستیم. اسم کلیسای ما سفیران مسیحه. سفیران مسیح کسایی هستن که به نمایندگی کشورشون، یک سفیر کارش اینه دیگه، به نمایندگی کشورش میره توی کشور دیگه، یک زمینی داره، یک خاکی داره. من برم ترکیه اگه برای من مشکلی وجود بیاد به عنوان یک آمریکایی میرم تو سفارت، اونجا منو تامین میکنن. هر کشور اینجوریه، ایران هم اینجوری هستش، کاملا پروتکت میکنن، محافظت میکنن، چون من سیتیزن اون کشور هستم. شما همینطور، سوئد به همین شکل هستش. ما به عنوان سفیران مسیح باید بریم کجا سفارت کنیم؟ تو خونمون؟ تو ساختمون کلیسا؟ فقط یک شنبه به یک شنبه دازه نیم ساعت شم خوابیم و غیبت میکنیم و چت میکنیم اینا؟ نه، باید بریم بیرون بدرخشیم، باید بریم بیرون نشون بدیم. چرا؟ چون دنیا نیاز داره جلال خدا رو ببینه. شما اینجا شنیدید که بله این آقا کور بود، من دعا کردم، نابینا بود، دعا کردم شفا پیدا کرد، میگید هللویا، ولی دنیا باید اینو بشنوه، چون تو دنیا از این افراد زیادن و بسیار از کسایی که اونجا هستن ناامید هستن.
ناامید هستن. ما امید داریم. اگر من پام درد میکنه امید دارم که من دست میذارم، یه نفر دست میذاره دعا میکنه من خوب میشم. ولی بیرون از کلیسا کسی امید نداره، میرن سراغ هیپنوتیسم و فالگیر و چیزی که در کشور ما مثل نقل و لباد داره عمل میکنه. تو کشور ما و افغانستان کتاب مقدس رو بگیرن آتیش میزنن، در انجمن کتاب مقدس رو بستن، ولی تمام کتاب فروشی ها پر از آتشقالاییه که از مکتب هندو بودیزم و اینا اومده به خورد مردم میدن. آقای علی اکبری هم شفا میده. شما چی فکر میکنید؟ این از خدا نیست. مگه میشه هم چیزی؟ اینو چیزی که در تز انجیل برنابا، انجیل برنابا اصلا اساس کتاب مقدسی نداره که به خورد مردم میده. خدا رحم کنه به کسایی که این چیزا رو ترویج میدن واقعا. ولی پس ما باید بریم به دنیا، اینو به افراد بگیم. به اون خانومی که شوهرش الان کتکش زده، متاسفانه تو فرنگای ما چیز زیاده، کتکش زده نمیتونه به کسی چیزی بگه، چون تو کشور ما ایران حق زن رو بهش نمیدن، حرف نمیتونه بزنه. اونه که باید خبر انجیل رو بشنوه که خدا دوست داره، اونه که باید بدونه که تو تنها نیستی، خدا تو رو دوست داره. میشه رفت آمد نکنید، چون اتفاقی میفته اینه که عیزان بجوی که به من نگاه کنم به این خوشتیپی پیام بشنوه اون رو نگاه میکنم. من میخوام توجه داشته باشیم. من یکی دو ساعت دیگه از اونجا میرم، میرم بلند، میخوام واقعا برکت، چون پیغام خیلی پیغام مهمی هستش و ما اومدیم که شما رو برکت بدیم. پس توجه به این داشته باشیم. من تو زرز مقدمه تمام نکردم. ولی پس ما باید با اقتدار کاملی که خدا به ما داده آشنا بشیم و این اقتدار رو زندگی کنیم و بریم به دنیا این اقتدار رو بگیم. ولی اگه من این اقتدار رو نمیدونم چی هست، وقتی من نمیدونم شخصیت خدای من چی هست، فقط یه دونه صلیب اینجا میذارم که حالا بعضی زیر خیلیم قشنگه، نمیدونم یه دونه صلیب گردن افتادم، ما با این مسیح نمیشیم که. شما میشه صلیب زشت‌ترین چیز دنیا بوده، آدم مردم خوشگل میزن گردنشون. صلیب بدترین نوع مرگ رومی ها بود که دوست اونجا شکنجهش میکردن این روزه. حالا ما میدونستیم چه یادمون میاد مسیح چی کار کرده. ولی موضوع اینجاست که ما باید اقتدار و ماهیت اون کار خدا رو بدونیم، که اگر ما بدونیم این بچه بازی ها دیگه درست نمیشه. تو من چیزی گفتی قهر کردم رفتم، تو من این کار کردی من نتونستم دعا بکنم، اینقدر با من به من برخورد که دیشب نتونستم بخوابم و غیر اوزاله. اصلا نمیدونی کی هستی که اگه بدونی کی هستی این چیزا تو رو ناراحت نمی کنه، اصلا این چیزا رو تو تأثیر نمیزن. پس ما باید شخصیت خدا رو بشناسیم، ماهیت خدا رو بشناسیم، که به شخصیت ماهیت اصلی خودمون پی ببریم. اگر ما اینو بدونیم متوجه میشیم اون شخصیت و ماهیت که الان ما داریم اصلا کاذبه، فیکه، اون نیست که خدا در کلامش میگه. یه سود زیبایی داریم فارسی از انگلیسی اومده میگه مقام من بس رفیع است، برتر از فوج شریر است. اینو میخونیم ما برتر از فوج شریر، ولی میترسیم از یه سوس، میترسیم از یه فشار مالی، میترسیم از یه حرف فیفی و زیزی، میترسیم فیفی و زیزی دوباره آوردم بشه تنها نباشیم، میترسیم. چرا؟ چون ماهیت خودم نشناختیم. من اگه ماهیت خودم بشناسم باد تکونم نمیده هیچی، طوفان تکونم نمیده، چون من میدونم کی هستم، من کجا هستم. و وقتی تو هواپیما میشینم به راحتی ششام میبندم لم میدم استراحت میکنم. او مکنه هواپیما منفجر بشه، نکنه به مقصد نرسه. افرادی هستن تو جامعه ایرانی از معروف از سوار هواپیما نمیشن، میترسن، تو عمرشون سوار نشدن. به من گفتن که شرناتا، من خیلی تهدید شدم در سال اولیه شبکه های مسیح، قبل که شبکه های مسیح شروع بشه ما برنامه داشتیم در تلویزیون پارس و اینا، شروع شد فوش دادن و لعنت کردن و میکشیمتون. آخرین بار چند سال پیش بود یک ایمیل اومد انگلیسی خیلی بلند، شما من نمیشناسی، من شما رو میشناسم، به من پول دادم که شما رو بکشمتون، اصلا مهم نیست من کیم، مهم نیست کی پول داده، ولی من حواسم بود به شما، شما چقدر خانواده دارید، همون چیزی که میگفت به خانواده به ما میخوردش و خواستم رو در جریان باشید. شما هیچ وقت نیومده البته. یا در هندوستان وقتی افغان ها اومدن، سه نفر بزرگ اومدن خیلی گپ میزنیم ما تو رو میکشیم، من خندیدم البته اونجا بهشون. چرا؟ چون من
آدمی هستم که عقلم کار نمیکنه؟ نه، چون میدونم که مقام من در مسیح چیه، چون میدونم که این چیزا نمیتونه من از محبت مسیح جدا بسازه، چون من میدونم که با مرگ من، و گفتم در زمان آقای احمد نژاد در تلویزیون گفتم آقایون شما میتونید منو بکشید و احتمالی کارو بکنید، ولی شما جلوی کار خدا رو نمیتونید بگیرید، توبه کنید، چون این کلام گفته تخت سلطنت خودم در ایلام بنا میکنم. بهتره به جایی که مخالفت کنید یه توبه کنید، بپذیرید که بعد بیشتر فحش دادن. البته شما به یوتیوب ببینید چه چیزایی برای من درست کردن. ولی چرا؟ چون من آدم بیعقلی هم شجاع هستم؟ نه، چون میدونم مقامم چیه. دوباره میگم 50 سال دیگه اکثر ما اینجا نیستیم اگه مسیح نیادش دازه نیستیم، قرار نیست ما اینجا باشیم، چون زمین مال ما نیستش. مردم هرس میزنن، ارسیار نگر میدارن، به بچه هاشون نمیدن، این کار میکنن، اون کار میکنن، اصلا ما اینجا نیستیم. چرا باید زحمت بکشیم خودمون رو دیگران اذیت بکنیم؟ ما به آسمان تعلق داریم، ما برای مأموریت اینجا هستیم. به جایی که من سکته کنم و سرطان بگیرم و ماشین بهم بزنه و که چقدر میشنمیم نه بمیرم، چرا چقدر بهتر که من برای خداوند شهید بشم، تو تاج میگیرم کلام خدا میگه. حالا من نمیرم تو خیابون تهران میگم منو بکشید، عقل دارم این کار نمیکنم، ولی میخوام اینو بدم، ما باید ماهیت خودمون رو بدونیم. من میخوام یه چیزی به عنوان فارسی زبان به شما بگم. بدونید من فارسم، اسمم الماتان ولی فارس هستم. امروز زمان اون رسیده که کلیسای فارسی زبان رو ماهیت اصلی خودش بیسته. خدا رو شکر برای ارامنه، خدا رو شکر برای آشوریان. خیلی از شما شاید ندید ولی مسیحیت ما وارد ارمنستان کرده. گرگور ایرانی بوده، ما پیغام انجیل رو بردیم به ارمنستان. من جلوی زندان ایشون یه دونه فیلم درست کردم، تو یوتیوب هست، اونجا صحبت کردم، اینو گفتم. ایرانی بوده، حالا ما میگن رفتی ارمنی شدی. اونا ولی در این چند سال گذشته ما رو خدمت کردن، دارن خدمت میکنن، در سرزمین دنیا هم هستن، خدا رو شکر برای وجودشون. ولی زمان اون رسیده کلیسای فارسی زبان رو پای خودش بیسته. زمان اون رسیده که بگه من فرزند کوروش، فرزند استر، نه فقط برای کشورم ایران، نه فقط برای افغانستان، برای اون منطقه که زیر باروت، زیر آتیش هستش، من میخوام بدرخشم. ولی چطور من میتونم چه این کاری بکنم وقتی من نمیدونم به کی ایمان آوردم؟ چطور میتونم این کارو بکنم که هنوز من نمیفهمم که در برابر ابدیت که پیش روی من هستش چقدر چیزای بچگانه در من هستش که باید از زندگی من دور بشه؟ عزیزان، کلیسای فارسی زبان حالا به من نه، به نسل بعدی به زودی داده خواهد شد. امروز شما کشیش دارید علی، کشیش دارید حسین. زمانی که ما ایمان آوردیم چند تا کشیش بودن؟ ارامنه بودن، آشوریا بودن. مشخص خدا به جواب دعای برادری ارمنی آشوری ما، جواب دعای ما بود. من 34 سال پیش رو فرش کلیسای در زانو زدم 16 سال، خدایا من ایران رو لمس کن، این تهرانی رو لمس کن. الان هزاران نفر، میلیون ها نفر دارن با مسیح آشنا میشن، جایی که تصورش رو نمیکنه. شما شاید ندونید ولی از افراد بزرگ ایران، افرادی که در مقامات هستن به مسیح ایمان آوردن، با ما تماس میگیرن. این واو یا خوابوندمتون یا اینکه خیلی شوکه هستید. واو، خدا داره کار میکنه، خدا داره کار میکنه. دوستان افغانی، الان وقتی رسیده میسیونر مبشر از افغانستان بره ایران. خدا داره کار میکنه. مگه میتونستم برفتم افغانستان؟ نذاشتم برم. خدا داره کار میکنه. بنابراین ماهیت خودمون رو بشناسیم. ما این کار بزرگ پیش رومونه. 80 میلیون مردم ایران منتظر ما، 300 میلیون فارسی زبان در سراسر دنیا منتظرن که من و شما انجیل رو بهشون موعظه کنیم. پس بچه‌گونه است که من حالا دلم با سیگار مشغول بشم، با غیبت مشغول بشم، با این مشغول بشم. من مقامم خیلی بالاست، من خیلی کار بزرگی دارم انجام بدم. من الان داره 50 سالم میشه، یک سالی که 50 سالم میشه، در این 20 سالی که زنده ام، 30 سالی که نمیدونم، مثل برق میگذره. از 30 سالگی اینجوری تون تون میگذره، من نمیفهم 10 سال گذشته چجوری رفتش.
خیلی از دوستان دیدم که از دنیا رفتن. تو 20 ساله من یک مأموریتی دارم. آیا مأموریت رو میتونم انجام بدم؟ یا نمیتونم انجام بدم؟ آیا میخوام؟ ببین دو گروه آدم داریم در کلیسای فارسی زبان. یه گروه که نشستم میگن به 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 تلویزیون ها چه کاره خوب میکنی، کت الناسا رو میبینی؟ کت من ماجرا داره، خیلی هم ارزون خریدمش. اینا بعضی شد توپ به جلو دوربین نشستم بیا باش عکس بگیریم بریم یوه باش کار کنیم کار بکنیم. یه گروه اینجوری هستن، خدا داره کار میکنه تو ایران، به 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 شما میتونی جزو آدم ها بشید. و یه گروه دیگه هستن جلوی صفن، کسی که فوششون میدن، به زنشون فوش میدن، بچه تونو میکشین، کسی که با پولشون میاد خدمت میکنن، شب نمیخوابن، روزه میگیرن. شما برید ببینید سال گذشته ما چقدر روزه گرفتیم، در فیسبوک نوشتیم برای این روزه میگیریم، برای این روزه میگیریم، برای اون دعا میکنیم. یه امر طبیعی ها، ما رابین هود نیستیم. یه مسیحی باید اینجوری باشه. یا میتونید دستتون دراز کنید تو کار خدا دخیل بشید، یا برگردید بگید به به. من فکر میکنم وقتی که اسلام وارد ایران شد و حمله کرد و به پدران ما، به مادران ما تجاوز کردن، اونها را به دین اسلام بردن، وقتی زرتشتی ها مسیحی ها رو میکشتن، کلیسا شاید سهلنگاری کرده. البته ما داریم یه تاریخی رو که خیلی ها جلو شیرا انداخته شدن از ایران، کوروش، اردشیر، جی، ولی پیش خودم میگم نکنه این تفلکی ها باید بیشتر برای ایمانشون بیستادن. آیا آیندگان ما همین رو برای ما میگن؟ آیا آیندگان میگن که این الناتان تلویزیون جلوش بود، دوربین جلوش بود، اینترنت بود، چرا پس بشارت نداد؟ چرا در زمان او 10,000 نفر بیشتر ایمان نیاوردن؟ اینو میگن یا میگن یک الناتانی بود که با موضوعهای او، با خدمت او، ایرانی ها وقتی شرکت میکردن به رو به زمین میفتدن. آمین. چند سال پیش در یک دانشکده یک واعظ بینام و نشان موعظه کرد و در اون دانشکده جوانی به نام بیلی گراهام به مسیح ایمان آورد. بیلی گراهام واز نوبادی، هیچ کس نمیشناخته، که جوانی بود ایمان آورد. ولی آقای بیلی گراهام که ما افتخار دیدن ایشون هم داشتیم، آقای بیلی گراهام بزرگترین مبشر تاریخ مسیحیت شمرده شده. کسی که پادشاهان رو هنوز زنده هستن خدا رو شد، خیلی پیرن، خیلی ضعیفن، پادشاهانشون رو ملاقات کرد، اومد ایران، شاه رو دید که گفت میخوام تو استادیوم شاهنشاهی آریامه میخوام صحبت کنم، گفت نیاد که الان وضع ما خرابه. و هیچ وقت بیلی گراهام نیومد. یک جواب دنیا رو، نه در زمان ماهواره، نه در زمان اینترنت، نه در زمانی که ما هستیم. باز میگم ما میریم تو فیسبوک چرت و پرت بنویسیم، بریم انجیل رو موعظه کنیم، دوربین باز کنیم بگید خداوند زندگی من نجات داده، منو عوض کرده، من توبه کردم، مسیح آزادم کرده.